الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. إهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين إنعم نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد ولا ند له ولا صاحبة ولا ولد ولا مكان له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله أدى الأمانة ونصح الأمة فَجَزَاهُ اللَّهُ عَنَّا خَيْرَ مَا جَزَى نَبِيًّا مِنْ أَنْبِيَائِهِ شروع ميكونون بنام خدا عز وجل اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وَأَنْتَ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ تَجْعَلُ الْهَزْنَ إِنْ شِئْتَ سَهْلا شروع ميكونون بنام خدا عز وجل والصلوات مي فرستان براي حبيب ما. پیغمبر ما رسول ما محمد علیه الصلاة والسلام بینده عزیز خوش آمدین در برنامه ما العلم و نور علم علم دین علم دین اسلام به قلب مؤمن نور است برنامه ما هر هفته می باشه ساعت پین بجه در سات امریکا غربی که پسیفک ستندر تایم است پین بجه هر یک شنبه می باشه 5 تا 6 سبب نزول سوره اخلاص یک واقع شد که یک چند یهود آمد از پیغمبر علیه الصلاة و السلام سوال کردن سوال کردن سوالشان نه به فامیدن از محبت معرفت علم مگرم سوالشان به انکار بود سر عقیده اسلامی سوال کردن راجع به خدا از پیغمبر علیه الصلاة و السلام گفتن خدایت به ما بگو یعنی صفت خدایت به ما بگو و سوره اخلاص آمد نازل شد که پیغمبر علیه الصلاة و السلام آیات آیه سوره عظیم که قرائتش تقریبا قرائتش یک بر سه ایسای قرآن ثلث القرآن از نگاه ثواب داره يعني سواب سورة إخلاص زیاد بسيار زيادة ودهي چرا قصة سواب زيادة بخاطر معاني عظيمة دايش راجعي بخدا وصفات خدا, خدا. أول آية أولش بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ أي محمد قُلْ يعني أي محمد برايشن بگو فعل أمر وأمر و أمر عليه الصلاة والسلام برایشان بگو که خدا الاحد است خدا الاحد است یعنی واحد است شریک نداره در الوهیت خود خدا عز خالق است و در این صفت خلق کردن خود شریک نداره خدا از نابودی به استی خلق میکنه از نابودی میاره از, از, هیچ به شای میاره از نابودی به استی میاره و هیچ کس به ایمان خلق کرده نمیتانه هیچ کس از نابودی به استی یک چیز را آورده نمیتانه و خدا از به ذاتش و صفات, و صفات خود و اعمالش مثل بنده هایش واره نیست مثل مخلوق نیست قل هو الله احد خدا واحد است شریک نداره از هیچ وجه شریک نداره به مخلوقات الله الصمد خدا عز وجل الصمد است به هیچ چیز ضرورت ندارة. نداره بمكان، عرش ضرورت نداره به مکان و فراغ كل انس انسان و ملائکه احتياج مخلوقات احتیاج به او دارن و او به هیچ چیزی احتیاج نداره لم یلد ولم يولد خدا عز وجل اولاد نداره و پدر مادر نداره پدر هیچ کس نیست و اولاد هیچ کس نیست از خدا از زوجل اولاد نمیایه و خدا از زوجل پدر یا مادر هیچ کس نیست ولم یکول له کفوان احد و خدا از زوجل هیچ چیز به او مساوی نیست هیچ چیز شباعت به او نداره اگر راجب از مانای از این سوره مبارک آدم فکر کنه راستی که آدم میبینه ثواب عظیم که داره چرا یعنی سبب ثواب قدر خدا از میته به خاطر معانی عظیم که دی دی سوره است و وقتی که میگیم خدا خالق است همه چیز از نابودی به استی میره یعنی کل مخلوقات شروع داره کل مخلوقات ثبوت است دلیل است به استی خدا به وجود خدا وقتی که مخلوقات رو میبینن میفهمن که خدا وجود داره وقتی که میبینن یک کتاب رو میبینن میفهمن که کتاب نویسنده داره یک رسامی میبینن میفهمن می رسام داره یک ضربه یک دارب داره و, بنا از خود بنا،, بنا،, بنا، کسی که بنا رو آباد کرده داره و مثل از او مخلوقات خالق داره دیگه کل مخلوقات شروع داره و شروع مخلوقات اولین مخلوقات چی بود خدا چی اول خلق کرد او او بود یک چند وقت پیش در تلویزیون دیگه صحبت میکردم راجع به این مسئله و یک کس به ما زنگ زد و گفت که چرا هیچ ای کس ما هیچ وقت نشدیده میگه پاره ام که میگی که خدا عوا خلق کرده ایم ما یش نشونیدیم وقتی که آدم راجع به علم راجع به آیات و احادیث یک چیز رو نمیفهمه آدم گوش میکنه یک چیز رو یاد میگیره و خاطر ای قرآن هم ذکر شده در حدیث هم ذکر شده و با گفتار علما هم ذکر شده در قرآن خدا عز وجل و فرمود وجعلنا من الماء كل شيء حي خدا عز و از او همه چیز خلق کرد ده ثبوت دیگه الله خالق کل شی خدا همه چیز خلق کرد یعنی چرا مهم از راجع به این گپ زدن که بفهمیم که اولین مخلوقات چیست دوم چیست و چیست که بفهمیم در میزان شریعت بفهمیم که چطور چطور چطو اول عقیده کنیم به این مسئله

فلحاظ خدا وجود داشت و هیچ چیز وجود نداشت یعنی تاریکی، روشنی، ملائکه، جن، آسمان، زمین، کائنات، یونیورس، سپیس، فراغ هیچ چیز وجود نداشت نه جهنم، نه آسمان، نه زمین، نه جهت، نه وقت هیچ چیز وجود نداشت خدا از وجل بود خدا از وجل موجود داشت عز و خدا جل همه چیز باز باد از نابودی به است آورد كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء بازو خدا خلق کرد او و عرش سر او خلق کرد دیگه اینا دو مخلوق اول گفتیم او که او اصلی او اول که خدا خلق کرد ای او اصلی ای او خدا از اولین چیز بود خلق کرد باز دو چیره خلق کرد عرشه معلوم میشه ای از چیزای مخلوق است که جسم داره و از چیزایی که امرازی خلق شد و جسم نداره او, او چیز است که خدا عزوجل زمان خلق کرد و مکان خلقت بخاطر او جسمس و جسم است و در مکان می باشه خدا عز وجل جل امره ازی دو چیز او و عرش مکانم خلقت و زمانم و ای إيه أه أه از چیزای لطیف است پیغمبر الصلاة والسلام سلام در حدیث از چیزای اجسام از ذکر کرد که چی خدا اول خلقت و أه او بود بعد عرش باز دیگه حدیث که اي حدیث اوله رواية صحيح البخاري وابن حبان هم چنان روایت اول مخلوقات پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرمود که اول أوبود باز عرش اول او عرش قلم الاعلى و بعد لوح المحفوظ كقلم أمركت وقلم نشتكت لوح المحفوظ و بعد ازي تير شد تا خدا عز وجل خلقت همه چیزه به شش روز که هر روز مقایسه به هزار سال بود و به شش روز خدا عزوجل و خلق کت. و از در روز جمعه از انواع مخلوقات آخرینش آدم علیه السلام بود خب محمد علیه الصلاة و السلام آدم علیه السلام خلق شد و محمد علیه الصلاة و السلام از جمله اولادای آدم علیه السلام است فالهازا محمد اولین از مخلوقات نبود اگر یک اگ جمله را شنیدین که محمد علیه الصلاة والسلام الأولين الاولین از جمله اولین و آخرین بود مانای زیست که اولین مانا نمیتا که اولین با نسبت به کل مخلوقات مگر اولین یعنی يعني اولین مسلمان بود در زمان خود وقتی که در چل شد پیغمبری برش داده شد در وقت در دنیا هیچ مسلمان از پیرو عیسی علیه السلام نمانده بود فالحاظا اولین مسلمان و از سببش نشر کرد دین اسلام به کل دنیا و پیش از او پیغمبرهای دیگر مسلمان بودن فالحاظا محمد علیه السلام اولین از مخلوقات نبود و ای یک چیزی که خاطر اولتر خلق میشه مانا نمیته اشاره نیست به افضلیت از او خاطر پیش از آدم علیه السلام ملاکه خلق شده بود و آدم السلام ابليس خلق شده بود و حيوانات خلق شده بود ادم عليه السلام و پیغمبرا آه، بيترين بيترين مخلوقات هستند قال الله تعالى آم، آه، ولقد اكرمنا بني ادم خدا جل مقام بني ادم بلند برده و بني ادم يعني پیغمبرا ادم عليه الصلاه والسلام از انواع مخلوقات در روز جمعه آخرین از انواع مخلوقات بود و پیش از دیگران خلق شده بود و نظم آدم علیه السلام خدا مقام بلندتر از دیگران داده بود و ثبوت شیز که خدا امر کرد به ملائکه که هیچ وقت گناه نمی کنند لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون هیچ وقت نفرمونی نمی کنن. لا یعصون الله ملائکه و, ذکر میکنن در قیام هستن در رکوع هستن و در سجود هستن ذکر میکنن و عبادت میکنن و گفتن ای خدا تو کسایی را خلق میکنی که در زمین خون میریزانن و فتنه را مندازن در زمین یعنی انسان خلق میکنی و چطور میدن که انسان خون میریزانه و فتنه را میره به خاطر در بعض چیزا در لوح المحفوظ میدیدن و و نحن نقدس لك و گفتم ما تو را صفت میکنیم و عبادت میکنیم و خدا از با به ملائکه جوابشان گفت چیزی که می من میفهمم شما نمیفهمین و, و باز بعد از خدا از و از خلق کردن آدم علیه السلام سوال کرد از ملائکه و ملائکه جواب گفتن ما نمیفهمیم از آدم علیه السلام خدا سوال کرد و جوابش داد باز بعد از خدا امر کرد به ملائکه که سجده کنن به آدم علیه السلام و آدم علیه السلام با, با آدم السلام سجده احترام کردن و ابلیس همچنان امر شد که او از خاندان جن بود او, او سجده نکرد فلحاظ آدم علیه السلام از جمله آخرین از مخلوقات بود انواع مخلوقات مگرم بهترینشان بود و همچنان محمد علیه الصلاة و السلام خاتم النبیین خاتمش از آخرش است دیگه بعد از پیغمبر دیگه نمیه آخرم است و بعد از دیگه پیغمبرم نمیه مگرم بهترین نشان است مانا نمیته که پیغمبر چون آخر خلق شد م... یا که مقامش پایین بود، به خاطر که آخر خلق شد و بعض مردم است که در هند پاکستان و بنگلدش د سایه مردم هستن که میگن که برالویستن میگن که خدا از اولین چیزی که خدا خلق کرد او نور محمد است وياك حديث الزيفة حديث زيف ناس ببخشن حديث موضوع حديثك علماء قفتن موضوع حديثك دروغة إيش حديث أنوز مقام الزيف نرسي ده مقام الزيف هس خود مقام داره ببعض أقوال زيف قرفته مشه أمره شروطش مگرم ده موضوع يعني حديث دروغة إيش حديث ناس بيغمبر على حديث بيغمبر ناس دروغة وهي حديث موضوع بي ميجا

او را از او خلق کرد یعنی او محمد از او خلق کرد و ای علما گفتن از نگاه عربی ای در لسان ضعیف است از آس خود اشتباه داره اشتباه آه, لغوی و پیغمبر علیه الصلاة والسلام السلام افصح الناس بود فسیح ترین و صحبت خود بود اشتباه چی نمیکرد اشتباه که به عربی یک چیز را غلط بگویم از چی, سبب گفتن غلط است دلایلش علمای لغوی زیاد یاد کردن مگرم از نگاه مانایش هم چی غلط است بخاطر خاطر گفتن خلقه من نوری اول گفتن که نور محمد اول اول خلق شده بعد ازو گفتن گفتن که پیغمبر گفت که خلقه من نوره او را محمد از نور او خلق کرد فلهذا اگر بگوین او نور اول خلق شده بود از محمد علیه السلام والسلام بخاطر یا میگن محمد اولین مخلوق بود یا باید بگن که اون او نور اول خلق بود پیش ازی که محمد از او خلق شد یا باید اگر میگن که از نور خدا خلق شد و ای کفر است فلحازا بر دو صورت گفتارشان غلط است پیغمبر ما علیه السلام والسلام از گفت که ما بشر هستم و من رسول خدا كنت آه نبيا و ادم بين الروح والجسد اگی حدیث برتون بکس بگوی که پیغمبر علیه السلام فرمود که من پیغمبر بودم و آه و ادم بين روح و جسد بود یعنی يعني هنوز خلق نشده بود معنای از این حدیثی است که مشهور بودم بین ملائکه که یک پیغمبر میای اسم ازو محمد است و پیش محمد خلق شود

و آدم بین الروح و جسد و انوز آدم على السلام خلق نشده بود آه فالهازا اولین از مخلوقات اوست نه پیغمبر ما علیه السلام و نه نور مگرم نور حتی پسان پسان خلق شد بعد از که گفتم چهار مخلوقات بود پینجا هزار سال تیر شد بعد از جمله چیزایی که خدا خلق قال الله تَعَالَى وَجَعَلَ الظلمات وَالنُّورَ نور تاریکی را خدا خلق کرد نور خلق كده. و ملائکه از نور خلق شده ملائکه از نور خلق شده فلهازا ملائکه ای که از نور خلق شده خدا امر کرد به آدم که از خاک خلق شده فلهازا یا صفت نمی کنن محمد علیه السلام که میگن محمد از نور است و نور محمد اول خلق شده یا خود محمد میگن اولین از مخلوقات بود این صفت نیست مگرم بل توین است بخاطر که آدم علیه السلام از خاک خلق شده بود و خدا امر کرد به ملائکه که از نور خلق شده بود امرشان کرد به سجده به آدم عليه السلام سجده احترام سجده که بفهمن که آدمعاسام مقامش بلاندتر است از ل ملائه خدا امر رد بهملاه جمیا ل ملاه امر سجدهاتاباسامردن ا آدمعااو ل انبیا بزرگترین از مخلوق ستن ال الله تالی وكلا فضلنا على العالمين كل پیغمبرا بعد از عدد ذکر بعض پیغمبرا خدا عز وجل ای آیت آورد که کل فضلنا على العالمين سر عالمين از عالمين كده بهتر هستند دیگه اولین مخلوق 4 اولین از مخلوقات شار چیز است او عرش و قلم الاعلى و لوح المحفوظ او عرش مجيد قلم الاعلى واللوح المحفوظ و قلتم خدا كه او خلقت و عرش خلقت خدا امرش مكان و زمان خلقت چون مكان و زمان از چیزای جسم لطیف است اه مكان جاي مونای که الفراغ الذي يشغله الجسم و فراغ است که جسم اه اشتغال میکنه یعنی يعني مثلا اگر شما یک جام می داشته باشین این جام او مندازین مبین از یک جای است و ای او جای زور او جای که می ای او جسم است و او مکان مبین از او جسم مبین از کاسه مثلا او جای زور می گیره مانای جسم ای نیست. مکان ای نیست و مانای جسم ایست که ما یترکبو من من جوهرين فأكثر چیزی تركيب شده از دو جوهر و اكثر جوهر مخورتين چيزي است خدا خلق کرده دو تا زي كه يك جاي ميشه يا زياتر جسم است و كل مخلوقات خدا عز كل مخلوقات خلق کرده كل مخلوقات در مكان است و خدا در جهت است. در جهت می باشه و مکان و زمان سرش تیر می شه. و خدا عز و لا مکان و لا, آ آ آ لا مکان است و لا یجری علیه زمان زمان سرزو اجرا نمی شه سر زمان سرش تیر نمیشه و مکان به او تعلق نداره چون خدا ازلی است کان الله و لم یکن شیء غیره اگه کسی یک وهابی ذلیل به شما اعتراض کرد سر از گپتان گفتن که و خاطر که وهابیا میگن که خدا در بالای عرش است میگن خدا در عرش خود شیشته و ها به جوابش میگن که آیا خدا عرش خلق کرد و مجبور هستن بگن که آه خدا قال الله تعالی و خلق کل شی خدا همه چیز خلق کرد و بعضش جواب نمیته این سواله و بعض جواب میته میگه آه خلق کرد میگن بعد از او آمد سر عرش خود شیشت و ای نسبت تغییر است به خدا خدا عز صفت تغییر نسبت داده نمیشه به او تغییر علامه نقص و عیب است به خدا عز و خاطر بخاطر که اگه کس بگه خدا عز و آیا بگه که خدا عز و در کامل وجود داشت و کامل بود نقص و عیب نداشت ضرورت به تغییر نداشت که کامل شود خدا از وجود داشت بود و کامل بود بعد از اینکه عرش خلق کرد انوزم است انوز بود و است مثل که بود بدون تغییر به خاطر کامل بود و عالم کامل است تغییر به او نسبت داده نمیشه و اگر کسی بگه که تغییر نسبت داده میشه مثل که وهابیا میگن میگن که آمد سر, سر عرش خود قرار گرفت چی میگن به نصارا میگن که تو میگی که خدا سر عرش در عرش خود قرار گرفت و ما میگیم در, وجود عیسی علیه السلام قرار گرفت کدامش بهتر است عیسی علیه السلام یا عرش و هندو میگه می چرا شما تنها پناه به عیسی علیه السلام و عرش میگن بل میگه میتونه به هر حیوانات و در هر حیوانات و در در بت میتونه که قرار بگیره بل هزا چی و رد کرده میتونن به گفتار هندو رد نمیتونن و نصرانی رد نمیتونن به گفتار خود با خطر و میگن که سر عرش قرار گرفت و دی مسئله دی مسئله بفهمین که کل ما علماء هم نظر استن که خدا ازلی است و مکان خلق و خدا لا مکان است جای خدا عزوجل در کعبه نیست خدا در آسمان نیست خدا بالای عرش نیست یک کس اگه پرسانتان کرد که چرا شما دستان بالا میکنین به دعا وقتی که دعا میکنین به جوابش گفته میشه او که خدا از زوجل ما امر کرد به نماز که روی تانه طرف قبله بکنین مثل که قبله کعبه قبله نماز ماست دعا قبله آسمان قبله دعای ماست مثل که کعبه قبله نماز ماست آسمان قبله دعای ماست یعنی رحمت رحمت خدا از زاجل از بالا پایان میشه رحمت خدا ملائکه در آسمان است و بسیار رحمت است که از آسمان پایان میشه طرف پایان فالحاظ قبله دعایی است نه که خدا از در جهت بالاست و برازوا به جواب از رد از یا گفته میشه آیا مکان خداست یا غیر از خدا و باید از به جواب ازی بگو که غیر از خدا فلهازا غیر از خدا مخلوق است قال, قال, قال رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی که پیشتر ذکر کردم کان الله ولم یکن شیء غیره کان الله خدا بود و لم یکن شیء غیره و هیچ چیز غیر از خدا نبود فلهازا مکان غیر خداست واه کس بگویه که مکان خود خدا ست ای مشرک است و ار کس بویه مکان غیر از خدا ست ف الهذا باید تس اقرار کنه که مکان خلق شده و خدا عز وجل به احتیاج به مکان نداره قال الله تعالی و من کفره فه ان الله غنی عن العالمین کسی که کفر بکنه خدا غنیست از عالمین شان خدا پایانتر نمیره بهخاطر که فلان کفر کرد یا اگه کس ایمان بیاره خدا مقامش شانش بلندتر نمیره و اگر کس کفر کرد شان خدا پایینتر نمیره خدا کامل است اه و اه صفات کامل داره و به هیچ چیز ضرورت نداره به عرش و به مکان ضرورت نداره فالها این ای های ذلیل به مردم مردم ای تاداب عقیده ماست که خدا شباهت نداره به مخلوقات سر, سر تاداب عقیده مسلمان ها املا دارن و میخواین مسلمان ها را طرف جهنم ببرن از او خاطر من نصیحت میکنم متوجه باشین هر کتاب که برتون یک کس میاره میگه که کتاب این فلانه علم گفت فلانه چی گفت اول تاداب عقیده مویسته که خدا شباعت نداره به مخلوقات ولم یکل له کفوان احد خو... هیچ چیز به خدا مساوی نیست هیچ چیز به خدا عزوجل شباهت نداره لیس کمثله شی خدا به هیچ چیز هیچ شی به خدا شباهت نداره فالحظ ای از آیات محکمات است آیات محکمات هن ام الكتاب و تاداب قرآن است هیچ آیت دیگه مخالف از این نمی باشه بخاطر که آیات ضد یکی دیگه به معنایش نمی باشه فالحظ یک کسی که به قلب خود ایمان آورد که خدا به هیچ چیز شباهت نداره خدا انسان نیست خدا ملائکه نیست خدا شباهت نداره به هیچ مخلوقات یک چیزی که میشنوه به خلاف ازی باید فکر نکنه که بگه, بگه, بگه او ای میگه خو آیت قرآن است آیت قرآن است مگر معانیش چی معنا داره به خلاف ازی معنا هیچ وقت نمیتونه باشه به این معنای که تاداب قرآن است ولم یکن له کفون احد لیس کمثله شی فلهذا ایره زفت کنید در ذهنتان بشنید و اگر کسی برتان میگه که کتاب فلانه کتاب من قصه کتاب براتون بکنم که یکی از معلمایم درس میداد و د وقت درس خود اه اه توقف کرد از از روی کتاب درس میداد و ای کتاب بسیار کتاب مشهور است و توقف کرد و برزی شاگردا گفت یک دلیل د اینج ما توقف میکنیم و سبایش باز چی میکنیم مگرم کس اینمی اینمی سفر و دو سفر خوب بخونین و ببینین تحقیقات کنین و بیاین سبا راجیش برش گپ میزنیم سبا آمدن کلگی و ام اه 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 یک نسخه دیگر یک کپی دیگه از کتاب برشان آورد و گفت مقایسه کنین دی سه کتاب یک جمله نشته بود امی جمله خلاص شد بیا قسم جمله دیگه شروع شده بود با پاراگراف یک پاراگراف دیگه دیجا نشته شده بود یک موضوع دیگه و اصل از این موضوعات بود که یک تقریبا یک نیم صفه غیب بود از این کتاب و ای را برشان نصیحت کرد که سایکو کتاب اصلی دیگه کتابه که برن اصل کتاب که برین در لایبرری اصل از این کتاب ببینین یک امی جمله را ایچ نبود اگه ای کتاب و دلیلش چیست؟ دلیلش یگان دفعه به قصد می باشه یگان دفعه از به قصد نیست ناغلطی است چطور ناغلطی میشه؟ این نفرایی که چاپ میکنن کمپانیایی که چاپ میکنن اکثر از یا مست قدیم واره نبود که همه چیز به دست نشته میکردن قرآن به دست نشته میکردن یکی از علما چند صد قرآن به دست خود نشته کرده بود و بردم توفه میداد بدون اجره بدون پیسه 500 دونه قرآن نشته کرده بود و تو کردند که نشته کرده بود باز میدادن او را باز تحقیق میشد سرش علما سعی میکردن میدیدن خوانده میشد می و خوانده میشد و علما و کلشان باز زود تاپه میزدند که این درست است بازو باز زود باز به با توضیح میکردن چی رقم میشه یک, می یک کمپنی است من خودم میتونم یک کمپنی پابلشینگ کمپنی واس کنم پیسه اگر پیسه بود میتونم کمپانی واس کنم و سامانا را میخرم نفرها را ایر میکنم اینا تو میکنن نفرها میکنن و در ممالک عربی خصوصا که کتاب های اسلامی تادابش بسیاریش در عربی است و در لسانی میشه و ده مثلا اون نفر ششته به ماش میتش یا کسی که لسان عربی میفرد شاید مسلمان هم نباشه شاید نصرانی باشه مقصد چی رو بفهمه لسان درست بفهمه چی فارسی باشه چی عربی باشه میگه کتاب یک کتاب است که در لیبریار سخت از گرفتنش کتاب اصل می باشه مثلا 700 سال هزار سال پیش است این کتاب برش میاره میگه اینی کتاب اینا وقت داره میره باید از چی کنی باید دیر انتقال بتی کلش نشته کنی نفر کافیگک خدا میگیره و کمپیوترک خدا در اینجا مانده و نشته میکنه بعد از خانم اگه خانه باشه پیسه میتونه در خانه میتونه باشه یا میتونه در دفترم باشه اگه در دفتر بود تلفن جواب میده باز بعد از پس میاد. و قسمی. مقسمی یک وقت به آمر خود میگه که خلاص شدی؟ میگه خلاص شدم حالا این پیست کتاب میگیرن چاپ میکنن کجاست کسی دگه که ایره بخونه باز کجاست که یک, یک مجموعی که ایره چک کنن آیا کل از چیزا دیش نشته است درست یا نه انتقال درست داد یا نداد کلمه لا که حرامن یا لیس حرامن یک کلمه لیس را بکشه یعنی که حرام است یا حرام نیست است نیست اگه یک از فراموش کرده باشه او چاپ میشه اینش کس او رو چاپ نمیکنه مجموع مجموعه یک یک گروپ نیست که کل چیز چی کنه سعی کنه و تاپه بزنه و این کمپانی هم هدفشان مال است هر دانه از او سی دلار مفروشن چل دلار مفروشن میلیون کاپی نشر میکنن فالحوزا و نمی ترسن به خاطر هدفشان دین نیست هدفشان کتاب کتاب چاپ کردن است فالحوزا کسی که شما کتاب میخوانین از دینتان از خدا بترسین هر چیز که در کتاب یگان دفع اشتباهات نقلی می باشه یگان کس عمدن تغییر می تن. مثالش کیست وهابیا کتابای علما را به قصد تبدیل میکنن. کنن ب ب ب یعنی می, می بینن که کتاب اصل چیز به زور می گیرن وقتی که انتقال می تن به قصد اگیشه به چیزی که به خلاف عقیدهشان باشد باشه تغییرش می تن. مثال از چیست ابو حنیفه کیست ابو حنیفه رضی الله عنه ابو حنیفه در قرن, قرن اول هجری تولد شد در سال 80 در سال 80 تولد شد که تقریبا افت صحابی را دید ملاقات کرد و از 96 تابعین علم خود آموخت ای عالم جلیل که اتفاق است به بزرگیشت، به علمش به اخلاصش به ولایتش به یعنی صفات کامل نیکش امت شادت می که آدم آدم نیکوکار است امت و ایره یک کار خرد آسان نیست ابو حنیف رضی الله عنه پنج رسائل داره که کتاب به دست خود نشته کرده د ای رسائل خود ده فقه الاکبر فرمود ابو حنیف رضی الله عنه رجيبة كاسكي من موضوع من قال من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر أبو حنيفة دي كتاب خد فقه الأكبر فقه چن مانای در اصطلاحات أمي. چیزایی که در حلال و حرام است در فروهات دی حلال حرام اه تشریح میکنن مگر وقت چرا ابو حنیف نام از کتاب خدا فقه الاکبر مونده بزرگترین فقه و راجی به جی فقه د اصطلاحات گپ نزد راجی به فقه که بزرگترین علم است که فقه یک مونایش علم است که علم توحید است راجی به زی تنا گپ زده ده فقه الاکبر و گفت که کسی که بگویا من نمیفهمم که خدایم در آسمان است یا در زمین است فقد کفر وشرح زيره ابو ليث ابو ليث السمرقندي دا قرن دا قرن سومه هجري كده دا فوت كده السنه 333 ابو ليث السمرقندي گفت كسكي كبويا گفت قال ابو حنيفه گفت قال ابو حنيفه آ آ آ لا اعرف ربي في السماء ام في الارض فقد كفر ای قول گفت چرا کس کسی که بگه که من نمیفهمم که خدای در آسمان كفر خدا است, خدا است در زمین است کفر است کفر میک ده کفر مفته چرا به خاطر که ازی کلام وهم میته تک خدا در مکان است این جمله وهم میکنه کنه کس در خیال مندازه که خدا در یک جای است در یک مکان است و همچنان العز بن عبد السلام همچنان بقول ابو حنیفه گفت کسی که ای گپ میزنه ای مشبه هست و اینال ای گفتاره ببینن و وهابیا چی میگن وهابیا به ضد از این میگن به ابو حنیفه میگن میگن چون خدا خدا در بالای عرش است و ای باید است بگه که خدا در آسمان است به خاطر خدا عرش در آسمان است و چون نگفت که خدا در آسمان است فلهذا او کافر است وي قول ابو حنيفه وقول أزياء زمین تا اسمان فرق داره ابو حنيفه ده دیگه الوصيه فرمود وال والله تعالى والله تعالى استوى على عرشه من غير ان يكون له حاجه حاجه واستقرار عليه أبو حنيفة رضي الله عنه فرمود قال إن الله تعالى استوى على عرشه من غير أن يكون من غير أن يكون أن يكون له حاجة أو استقرار عليه أبو حنيفة قفت الله عز وجل استوى الله بعرش خود إيست بدون حاجة که خدا زوجهل حاجت نداره به او, أو. إيه كلام و خدا قرار نگرفت از سر او این کلام ابو حنیفه و البانی ده کتاب خودو یک وهبی دیگه ده کتاب خود نوشت که که یعنی لفظ کتاب ابو حنیفه را تغییر دادن گفتن من غیر حاجت واستقر علیه گفته و بدون حاجت و قرار گرفت در سر او كلام أبو حنيفة من غير حاجة واستقرار عليه من غير حاجة واستقرار عليه من غير حاجة واستقر عليه قلت وصرش قرار گرفت بخطر در عقيدة نجسة أزياء إست خدا عزوجل بعد ذي عرش خلقت سر عرش خود شيشت وإيه ده أحمد بن تيمية ده در مجموع الفتاوى ذكر کرده که خدا در عرش خود جلسه شیشت میگن جلسه قاعده و, میگن که در یک, در گفته در دی کتاب خود مجموع الفتاوه احمد بن تیمیه فرمود که خدا عز و در, در روز قیامت یجلس محمد معه على عرشه گفته که در پولی خود خدا محمد پولی خود در عرش خود میشانه عليه الصلاة والسلام فکر کنین ای, ای عقیده نجسه که میگن محمد پولی خود خدا میشانه در عرش خود در اساس عقیده از یا ایست که خدا یک جسم است میگن که خدا پای خود نشان میته میگن خدا روی داره خدا دست داره کل آیات میگن که آیات اینمی مانا رو داره و دیگه ایچ مانا نداره و ما میگیم خدا الرحمن و علی العرش استوه قول خداست مگم استوه یعنی قهره هو القهار خدعه عز وجل القهارس يعني قهر العرش خدعه عز وجل عرش قاهرس يعني عرش قدرة خدعه وإمام علي رضي الله عنه فرموت كان إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته خدعه عز وجل خلق عرش خذا إظهار كان قدرته و او را مکان نگرفت به ذات خود یک کس شاید بگه ای شیخ تو چرا قدر موضوع را یاد میکنی خب فهمیدیم مسئله را ای را بفهمین که وهابیا یا مانده نشدن استاد نکردن ای گفتار خوده و توزیع کتاب های خوده و در اینترنت و در کتاب و در تلویزیون و در رادیو در هر وسایل که یا چی میکنن استفاده میکنن و نشر میکنن عقیده نجس خود و و عقیده فساد و عالمی که بفهمه که وقتی که بدعت بدعت عقیده نشر میشه و در پیشوش است و او خاموش می باشه آآ آآ لعنت خدا سر از اوست فلحاظا یک نفر باید این موضوع رو یاد نکنه یک نفر یا یک مجموع, مجموع، یک گروپ باید یاد نکنه مگرم کلگی کل کلگی که قادر است کلگی کل که میفهمه کلگی که در دا 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 تلویزیون داره مقابل از یا از این مردم که بسیار ضررشان به امت اسلام زیاد است باید است که بگوین ما اهل سنت و جماعت هستیم وقتی که سنی یک کس که باش از اهل تشیع امرای لنگی خاص خود امرای کلام خاص خود که میگن فورا ای سنی میفهمه که ایشی است و اگر راجع به دین چیزی گپ میزنه و قبول نمیکنه

و میگن قال الله تعالی و قال الرسول و عربی هم میفهمن اکثرشان یک اك چند کلمات عربی هم میفهمن فلحاظا یا ضررشان زیادتر از به جامعه خاطر که مردم مسلمان بگه اینا ای 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 که اینه یه میگه به اسلامی میفهمه یه خوشی هم نیست یه خسون نیست از او خاطر ضرر از یا بسیار زیاد است به اجتماع خاطر که یا باز به تعداب عقیده ای گپا میزنن میگن که تنها مسلمان ها را در شرق غرب یا کافر میگن میگن که اه اه ایا که نعبدو و ایا که نستعین یک مسلمان میشنوه میگه او یا چه خوب گپای میزنه سعی میگن تنها خدا را پرستش بکو خب ما میگیم تنها خدا را پرستش بکو بازی میگن میگه هر صوفی موی دراز که دول میزنه و میگه محمد بزرگ است میگه ای اهل البدعت است مشرک است اینی پرابلم است وقتی که مسلمان میره به قبر پیغمبر علیه الصلاة و السلام میگن شرک اگه مسلمان میگه میگه که یا رسول الله میگن شرک اگه پیش قبر اولیا میرن میگن شرک میگن خواستن غیر از خدا کمک خواستن غیر از خدا شرک است این قانون قاعده رو کی گفته ایا که و ایا که نستعین استعانت این استعانه خاص است که از خدا میخوایم این استعانه به نیت عبادت است که یعنی ما میفهمیم که هر کمک که خلق میشه خالق از کمک خداست ما نمیتونه که تو سوال کرده نمیتونی از یک کس دیگه ما نمیتونه که تو کمک خواسته نمیتونی از یکی دیگه بزر رو میگن خی... میگن با... ب... 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 گفتار شما شرک است که یک کس را کمک بخوای میگه نه خود زنده است زنده شرک منای شرک چیست عبادت کردن غیر از خدا چی زنده باشه چی مرده مانای شرک عبادت کردن غیر از خدا اگه خواستن غیر از خدا شرک می بود از زنده و مرده شرک می بود این میگه نه کسایی که مرده از او شرک است و کسی که زنده است او از او شرک نیست خواستن کسی که مرده او ثبوت زیادتر است که او مخلوق است خدا از زندگیش گرفته به مرگ رساندش در حیات برزخ است ای علامه زیادتر است که او کسی که در قبر است که مخلوق است خدا از زندگیش گرفته به موت رساندش باز مو حیات بعد با حیات برزخ خود است یک حیات دیگه است مرگ برش آمده این ثبوت زیادتر است که او مخلوق است چطور میگن که از زنده از زنده اجازه میتونین خواسته و از مرده نه از مرده میگن شرک است این قانون کی گفته ایا که نعبد و ایا که این اگه شما این را ترجمه میکنین که ما تنها از تو کمک می خواهیم ف... اه... تنها از تو کمک از تو را عبادت میکنه و تنها از تو کمک می خواهیم و کسی بگه که نه کمک خواستن عبادت خیر از کسی که عبادت کنه غیر از خدا او کلگی معلوم است که شرک است مگرم ام گپ دیس که خواستن یک چیز یا ای... اه... کمک خواستن آیا این شرک است یا نه و این شرک نیست و کسی که چیز حلاله و چیزی که پیغمبر علیه الصلا و السلام امر کرده در حدیث دوای حاجت که هر روز در پروگرام ما باید دوای حاجت در, برنامه مرش در شروعش از دوای حاجت که نز... پانزده حفاظ دا گفتن صحیح است که دوای حاجت در افغانستان و در کل ممالک تیت شده و نشر شده در کل ممالک اسلامی که آدم میگه اللهم اینی اسألو و اتوجهو الهی که محمد ای خدا ما از تو میخوایم به پیغمب پیغمبر تو يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لِتُقْضَالِي أي محمد ما أسخضاهم بواسطة تو خايم بي حاجتم كي رفع شوا إلى أمر پرغمبر عليه الصلاة والسلام يود كسك كسي كي إي شرك است كي محمد عليه الصلاة والسلام شرك يود داد عليه الصلاة والسلام إي كي ایر امر نکد به ما که فرض است تان که هر وقت در هر نماز از نمازتان شما ایر بگوین مگر جایزش به ما جاد یک رای خیر به ما یاد داد و اگر کس میخوای این ای, رای خیر بخواه وقتی که در وقت حاجت می باشه در وقت حاجت می از خدا خود طلب کنه با واسطه محمد علیه الصلا و و مثل از دیگه از ثبوت ها بسیار زیاد است و ثبوت عقلی است که چطور کمک خواستن تنها کمک خواستن غیر از خدا بدون اعتقاد که او خالق از او کمک است چی شرک باشه اگه تو می بود از زندان شرک می بود بازی یک قایدر و خود کشیدن که ای, ای زنده است زنده پروا نداره از مرده چی داره مانای شرک ایست عبادت غیر از خدا و خواستن خواستن و ندا کردن عبادت نیست غیر زی اگه کسی بخواه و قلبش باشه که خالق

ان تشریکو بعدی گفته من بر شما نمیتستن که بعد از من مشرک شوین و مگرم بر شما دنیا میترسم که غرق دنیا نشه پیغمبر علیه الصلاة و السلام وعده شده بود که امتش هیچ مجموع از وقت پیغمبر علیه الصلاة و السلام تا بال نام ده که محمد پرستش کنه یک وهابی نمیتونه بگه که که وهابی میگن ما کل ما پرستش میکنیم کل صوفیا رو میگن و کسی که بگه یا رسول الله كل خطيب ده خطيب ده نمازايه جمعه ميگن يا رسول الله وارا ميگن كه مشرک است ازو خاطر ميگن تنا ما مسلمان هستند دي زمان و كل دي ديگه مشرک است خاصه خاصتا با اهل با اهل تشيع و بخييت نفرت خاص زياد دارن يعني و كل اهل تشيع را کافر ميگن و اهل سنت والجماعت بيتش بي نيست کسایشان که از از حق برامدن و برامدن و کسایی که لا اله الا الله محمد رسول الله دارن و و مسلمان در در چیزای عقیده بعض چیزای عقیده یا گمراه شدن مثل که میگن امام علی رضی الله عنه بیترین از کل صحابه است و این قول غلط است و قول گفتار امام علی است و چیست فلحاظ ما اهل سنت و جماعت هستیم ما رای وسط هستیم این رای وسط رای دین است. رای آسان است دین ما آسان است رای وسط هستیم ما از عملیات انتحاری را قبول نداریم و فاتیای فاتیای مسلمان را در افغانستان که فاتیا میگیرن چیز میگن بدعت است شاو جمعگی را میگن بدعت است دست بالا کردن و بعض وقتا به دعا در وقت فاتیا و چیزا میگن بدعت است

تعرف منهم وتنكر اگر چیزایشان بشنوین شما بدتان میه یعنی مؤمنا که میشنوین چیزایشان خوششان نمیه دعات على ابواب جهنم یا به جهنم صدا میکنن مردمه من استجاب لهم کسی که دعوت از یار قبول کرد قذفوه فيها امر از جاد جهنم میره دیگه در حدیث پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام گفتن یا قرآن قرائت میکنن مگر قرآن, قرآن تجاوز نمیکنه از قوگلونشان در قلبشان نمیرسه یار که ببینن ریشا دراز و قال الله تعالی و قال رسول میگن و در قلبشان ترحم ندارن به اولاد به کلان به زن درایف با زن درایو نمیمانن میگن تنها باید سیاه بپوش زن میگن که باید روی فرض است میگن که روی تپت کنی در حال که سنت است بر زن روی پت کردن اختیارش است اگر پت میکنه روی خدا کل بدن خدا پت کنه غیر از دست و روی و در بعض گفتار بعض علما پای تا, تا, بجلک پای میتونه نشان بده و غیر از او کل بدن خدا باید پت کنه سر خدا باید پت کنه گردن خدا باید کنه سینه خدا باید پت کنه و غیر از روی و دست میتونه نشان بده و میگن که نه یام چیست یک مسئله نیست مسائل اول یا در اعتقاد هستن به جوابشان میتونین بگوین آیات که میگن که میگن خدا در آسمان است اول ثبوت عقلی است که خدا آسمان خلق کرد قبل آسمان وجود داشت بعد از او از آیت قرآنی میتونین بگوین قال الله تعالی و ای را زفت کنین مسلمانا که و هو الذی فی السماء اله و في الارض اله او آن است که اگه من مانای زایر شه مانای شیست سی آن است که در در آسمان پرستش میشه و در زمین پرستش میشه تفسیر ازیر علامات کردن تفسیر اهل سنت و جماعت است که میگن که او آه آه الله تعالی در آسمان پرستش میشه و در زمین پرستش میشه و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله اگر ظاهر ازیر با گفتار از واز ظاهرش باید بگیریم میگه آیات ظاهرش باید بگیریم کلش اگه ظاهرش بگیریم مانایزی با گفتار از او آن است که در, در, در آسمان خداست و در زمین خداست و چرا چرا ایرا ترک میکنن ایره ترک میکنن میگن که نه خدا از وجل در زمین نیست میگن تنها یه سه دیگه میگن که خدا در آسمان است و قولشان بسیار دوزدن است به خدا کسی که خدا را جسم فکر میکنه او مشرک است خاطر که یک هندو یک بت پرستش میکنه یک جسم است نصرانی عیسی علیه السلام پرستش میکنه جسم است و وهابی یک جسم توهم کرده در فکر خود و او را پرستش میکنه جسم است کل از یا مشرک گفته میشن عبادت میکنن غیر از خدا خدا ما را نگاه کنه و خدا این مسائل نشر بتین و شما املاکن کنید سر از عقیده از این نجسشان که مسلمان ها را کافر میگن بدون حق میگن که خواستن غیر از خدا شرک است فالحاظ هر کس که میره در زیارت وارا مشرک میگن در از عقیده باید عمله شوه یک کس نمیگه او یا خو میگن خدا را واحده تر پرستش کنی مگرم پر... ما میگیم خدا را